رگه اینه دیاره. بیمار باد نکن آقا اونجوری عصبی میکنی من. آروم این کارا بکن. خب بیا بیا آروم از بالا شروع کن برو تا پایین. مثل ساختمان ولی برعکس. خب ساختمان از پایین بالا این از بالا برو دیگه. آروم. تموم شد. آروم 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 تموم شد. آروم تموم شد. خیلی خوبه. پایین ترم جا نداره. برو برو دیگه برو بیم پیرزنه چکار داره. برو چته؟ این یارو زن همسایه رو ندیدی که زنبیل دستش باشه این دورو بر باشه؟ چرا دیدمش. بهش سلام کردم جواب نداد. آها. بعد گفتم کمک نمیخوای فوشم داد بعد رفت. آها فوش داد. تو کجا بودی اون وقت؟ رفتی رفت به چرخ سواری؟ چون که درس بخونی میری بازی میکنی. بادو برو بادو برو خونه. اگه به بابا نگفتم میزنی؟ برای دورو زدم که هم ارزونتر در بیاد هم کمتر. مرسی متشکرم. خیلی لطف کردید. بایزاش. چه قصه کتاب داده بودم شما؟ کپی کن. آه نه کتاب کپی نمی کنم. چرا کپی؟ او کتاب دیدم کتاب فروشی داره واسه چی کپی کنم؟ میگم من گرفتم. مرسی. هزینه‌اش بالا. نه 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 بهتره. کتاب بخیر باشه 1000 تومان گرونتر و 1000 تومان من بهت میدم ولی واسه چی کپی کنم؟ کتاب رو نگه داشتم بخونم. فردا برات میارم. فردا فردا خدا حافظ. فردا. سلام. سلام. خسته نباشی. چه خوب که اومدید چون من داشتم به شما فکر میکردم. ببخشید اومدم راجبه یه موضوع باید صحبت کنم. جالبه چون همینطور که برگاه سفید داشت اینجوری اینجوری میومد بیرون من به فکر شما بودم پس میخواستید راجبه موضوعی با من صحبت کنید. میدونید اون روز که اون کار برای من کردی اصلا نگاه همو به خودت عوض کرد. یعنی منظورت اینه که اون نگاه سرد و بیروح که اینجوری با اون صورت یخ این تبدیل به نگاهی با پلکای آرام شده. آره دقیقا. یعنی میدونید اصلا کارت خیلی عجیب بود. خیلی جوان مردانه بود. مامانم با هم صحبت کرد گفتش که با تو صحبت کرده. بله بله مفصل و اصلا اون بود که منو به این رابطه آسمانی و عشق عمیق آگاه کرد. قرار شد که وقتی که من رفتم تهران یعنی رفتم کرج با تماس بگیرم. بله بله اتفاقا من میخوام بگم که من موبایلم و هنسفریش و همه امکانات شبانه روز روشنه و در اختیار شماست و حتی میخوام بگم که من ملودی زیبای فورلیز رو برای شما به صورت اختصاصی میذارم چون که به نظرم لاو استوری کمی سطح پایینه. تماس بگیرم که چند روز بعدش بیای برای خواستگاری. من نمیدونم پس امیدوارم که این برگه های سفید تبدیل به لباس سفید بر تن شما بشه. ببخش من دیگه نمیتونم ادامه بدم. مرسی. فعلا با اجازه. خداحافظ. آی عشق آی عشق چهره آبیت پیدا. بفرمایید.
شما؟ فکر میکنم که شما زنگ زدین. میبخشید اینجا منزل ماست. اینجا منزل شماست و اسمتون؟ من باید بپرسم که اسم شریفتون چیه و تو منزل ما چه کار میکنید؟ بنده فرزاد هستم و شما؟ سلام عزیزم، کی اومدی؟ مریم. سلام مریم جان، خوبی؟ قربونت برم، مشتاق دیدار. خواهر همین تو چرا خبر ندیدی؟ یارو وقت کیه؟ سورپرایز. اون وقت یعنی چی؟ یعنی این که خواهر کوچیکه دیگه بزرگ شده، دیگه رخت رفتنشه. من نمیفهمم منظورتون چیه. خب یعنی این که من دیگه باید برم دیگه. به سلامتی پرواز به خارج از کشوره؟ نه داخلیه. سوزن خنگ شدی یا؟ اجازه بدیم من به زبان ساده تر بگم. وقت فرخنده با ما یار شد و همای سعادت بر شونه های ما آشیونه کرد و من و مریم خانم قرار عیشمون دراز دامن و دامن گستر باشه. اون وقت این یعنی سادهش بود؟ آره دیگه. جریان چیه؟ خنگ خدا، من میخوام برم خونه یه شوور. خط که نیستم، اینو فهمیدم، اما چرا من بعد اینجا و اینطوری بفهمم؟ بابا گفتم که سورپرایزه. آها حالا فهمیدم سورپرایز یعنی چی. امیدوارم که مامان و بابا مثل من سورپرایز نشده باشن. من خودم هم سورپرایز شدم، اصلا هنوز تو شوکم. میبخشید من راستش یکم گیج شدم و نفهمیدم که جریان چی شد. خواهش میکنم خانم، شما فرصت دارین به اندازه تمام برگ‌های درختان این منطقه و حتی ابرهای آسمان گیلان که خودتون رو بازیابی کنید. اصلا عجله نکنید. خیلی خوشحالم این ترم لعنتی زودتر تموم شد، تونستم بیام تهران. خیلی کار خوبی کردی. چرا جلوی در وایسادیم؟ بفرمایید بفرمایید. من واقعا خودم نمیدونم که امروز خوابم یا بیدارم، فقط انقدر میدونم که امروز دو خورشید یعنی شما و مریم خانم بر فراز این خونه میتابید. مریم جان میتونی بهشون بگی یکم ساده تر صحبت کنن؟ خیلی دارن تعارف میکنن. ساده حرف زدنش همین شکلیه. به نظرت باحال نیست؟ چی بگم والا، شانس تو دیگه. احسن. چه بگویم سخنی نیست، میوزد از سر امید نسیمی، لیک تا زمزمه ای ساز کنم در همه راهش به صحرا نارونی نیست. چه بگویم سخنی نیست. به 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 به. بفرمایید بریم تو. سلام بابا. سلام مامان. ایوه قربونت برم، فدات بشم از دلم. قربونت برم، کی اومدی؟ همکنون بر بالهای نسیم از راه رسیدم. حواسم هست، من برم برنج تنه گرم. آره برو قربونت برم. انگار این آقا فرزاد اینجا خیلی ندارن. اول دم در، حالا هم که تا آشپزخونه. اون وقت به سلامتی تا کجا پیشرفی کردن؟ داره نهار میذاره مامان. وای دستپختش فوق‌العاده است سوسن جون. دیدی بالاخره شیکمویی که کدبانو نباشه خدا دلش براش میسوزه، یه نفر میرسونه که نمیدونی کدوم انگشتاتو باید بخوری. همه انگشتاتو. بابا کجاست؟ کجا میخواستی باشه؟ پزشک قانونی. ماما یه دور از جونی بگو. آخه واسه چی شغلشه؟ من برم بهش تلفن کنم که نهار بیاد خونه. دستپخت دکتر خوردن داره. واه اینم دکتره؟ آره مامان، دکتر مایتیس داره از MIT. MIT مامان جان. دکتر دیگه از هرچی دکتر حالم به هم میخوره. وا الو آیده جون، میموتی زودتر جلوش سایه نشن. بابا همه چی یه دفعه شد. ناسلامتی من خواهر بزرگت. اما الهی من قربونه و دل کوچیکت برم. لااقل به میگفتی لباس ترتمیز میپوشیدم. یه راست از دانشگاه اومدم اینجا، از بوی عرق خودم حالم بد شد. میخواستم همینطوری ببینته. بعدشم اصالت به شخصیت، نه به آب و رنگ. ایشال اتاق منه که بهشون ندادی. نه بابا، خودش خونه زندگی داره، صد تا ایمارو میخره و میفروشه. آخه دیدم داره اینجا آشپزی میکنه، گفتم شاید. پس نگفتی چطوری با هم آشنا شدیم؟ جریانش مفصله، بعد خودش هم باشه تا بهت بگه. بوشم که بد نیست، بوی غذاست. بذار یه دوش بگیرم، موقع نهار یکم خواهر شوهر بازی در بیارم. ولی تو که خواهر عروسی. فعلا که اون داره آشپزی میکنه. بد جنس. دست در نکن. Thank you.
آره حتما بهش بگو حالا جواب تلفنه منو نمیده. به خود اگه نیاد خواستگاری میکشمش. آره همینجوری بهش بگو. بدبخت شدی مسعود. چرا؟ با منید آقا؟ آره میگم چرا؟ چی شده؟ چرا؟ نه من همه حرفامو بهش زدم دیگه هیچ حرفی باهاش ندارم. چیشون گفتیم؟ اونا چی گفتن؟ نه بابا اصلا به اونجاها نکشید که من بهشون بگم خواستگار دارم. آره بهش بگو من خواستگار دارم. حالا خواستگار اومدی؟ چیکار میکنی؟ رقیب خیلی قویه. میگم برات خواستگار اومده؟ خواستگار کجا آقا؟ اصلا به شما چه ربطی داره؟ بیشور با این رانندگیش. برای من که نه، واسه خواهر کوچیکم خواستگار اومده. آه خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. من فکر کردم که خیلی خوب شده که مبارک باشه. مبارک. ولی ببخشید این چه ربطی به ما داره؟ ربطش اینه که ما دو تا بدبخت شدیم. چرا؟ مثل این میمونه که طرف رفته یه ماشین آخری مدل خریده، اون وقت تو دست جیانتو بگیر ببر بگیر ماشین منه. فقط من نفهمیدم که الان من جیانم یا بنزه ها؟ نه خب تو مسئله که جای مناقشه نیست. تو ماهی حرف نداری. مرسی. خب الان حالت خوبه؟ آره که خوبم. چرا بد باشم؟ مگه اتفاقی افتاده که حالم بد باشه؟ خب خودش تو واقعا باور میکنی که حال من خوبه؟ خب الان خودت گفتی. من یه چیزی گفتم، تو چرا باورت شد؟ خب بگذاریم از این که معلوم نیست زنها بالاخره منظورشون از گفتن یک حرف چیه، ولی الان من توی یه شرایطی هستم چون یه خانم جوونی عقب نشستی خودش خوب نیست از اینجور حرفا زدن. ببینه زن و شوهر دعوا میکنن و آقای پیری هم کنار دستمه که بهتره بعدم بهت زنگ بزنم. باشه دختره که خیلی وقت رفته، منم که خوابم. این کی رفت؟ این کرایه‌شو نداد که. مسعود یه چیزی بگو که من آروم شم. خیلی استراب دارم، خیلی نگرانم. ببین دلیلی برای مضطرب شدن نیست و اینکه خب وقتی خوب فکر کنی میبینم که دلیل نداره نگران باشی و دلیلی برای مضطرب شدن نیست. من برم جلوی فرزاد به همه بگم خواستگار دارم، اون وقت همه به من میخندن که. آخه من مگه چمه؟ من که کاری نکردم. تو هیچی؟ تو اصلا چرا حرف رو عوض میکنی؟ نه من موضوع رو عوض نکردم، گفتم مثلا من خوبم. حالا میخوای اصلا بعدن زنگ میزنم ها؟ بعدن زنگ میزنم. تو چرا حرف منو نمیفهمی؟ میگم من استراب دارم، نگرانم، حالم خوش نیست. من همین امروز میخوام برم به همه بگم که خواستگار دارم. اون وقت حالم اینطوریه. اوه انگار دعوا شده. کی از دعوا حرف زد؟ کی گفت دعوا شده؟ چرا انگار دعوا شده؟ من دارم میبینم جلو چشم. نه بابا من تو که بچه نیستیم که سر اینجور چیزا با هم دیگه دعوا کنیم. من فقط یکم استراب دارم، اونم اگه تو یکم حرف بزنی اون وقت آروم میشم. خب باشه میدونی هیچ دلیلی برای مضطرب شدن نیست و به نظرم نباید نگران باشی. و خب اگه بخوام حرفی بزنم باید بگم که دلیلی برای مضطرب شدن نیست و خب نباید نگران باشی و اینکه هیچ دلیلی برای مضطرب شدن نیست و تو نباید نگران باشی. و نگران نباش که زنان رو آروم نمی کنه. مگه مردا نباید به طرفشون احساس امنیت و آرامش بدن؟ تو رو خدا یکم خلاقیت خرج بده دیگه. واقعا الان بهترین زمان برای این که من خلاقیتمو به خرج بدم و از تمام داشته‌هام و آفرینش‌هام استفاده کنم. الان خیلی وقت خوبیه. شما که خوابی. من که گوشم نمیشنوه و بعدم که خوابم. شما حرفتو بزن. مستقیم. بله. سلام بابا. سوسن بابا اومد. کجا؟ پوش سلام بابا جون. خوش اومدی. سلام دختر گلم. عجب آدینه دلنگیزیه مریم خانم.
اوه مواظب باش. هیچ کاری ساده نیست. چی شده؟ همین کباب درست کردن. در اقصا نقاط دنیا آدم های بیشعوری هستن که همین کباب باد زدن رو یا انقدر تون باد میزنن که کباب بسوزه یا بخشکه و یا انقدر بی اهمیت این کار رو انجام میدن که خام خام مهمون بدبخت مجبور بشه بخوره تا دلش تبله کنه. وای فرزاد، تو چقدر خوب این چیزا رو تشخیص میدی. خواهش میکنم. من خوشحالم که توی تمام زندگیم تونستم تجاربی رو کسب کنم که حالا به عنوان یک آدم کامل برای زندگی با تو مهیا باشم. ممنونم. خواهش میکنم. مریم خانم، شما این کوبیدار رو لطفاً ببرید تا من جوجه ها رو بیارم. مواظب باش. برید شما. مواظب خودت باشی. خواهش میکنم. حتما. اینم از کباب. به 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 به. فرزاد جان نمیاد؟ داره بقیه جوجه ها رو میاره. دست بازشو شسته؟ شسته مامان جان. لکنه تمیز میشه. دقیقا بشقابی تو بده. اول مامان. اول مامان. دخترها اول مامانی. دست جسد بسادی نیست تو؟ عزیزم یعنی چی من؟ بسه جانم. بسه. دست شما درد نکن. دختر خودم بقیهش هم حاضر شد. یه انتظار به سر آمد. پدر جان فقط ببین چه جوجه ای شده. دست درد نکنه دکتر. همسر عزیزم، همسر گلم، ززر من، سر میز غذا دیگه دکتر نداریم، فرزاده، فرزاد جان. باریکلا واقعا پدر سنگ محک گوهره ها، یعنی حرف اول و آخر رو میزنه. راست هم میگن. آخه یه بدبختی مادر جان از در بیاد تو تا بگه دکتر همه ما باز برگردیم، حتی اموات و مرحومین او، چه کاریه ما این مرده و زنده همونو تو زحمت بندازیم. پدر جان این چراغ اول باش. برای چی؟ نه خودم میکشم. نفرمایید، من امروز ساقیم، شما فقط جامتون رو پیش بکشین. بله در. بفرمایید، بفرمایید. دست درد کنم. خواهش میکنم. مادر جان شما بیارید جلو. دست جوجه من نزنی ها. برای چی؟ بده من خودم میدونم چی کارش کنم. باش، بفرمایید. خیلی خوب. سوسن خانم با احترام. ممنون. مریم جان، اینم خدمت شما. ممنون. فقط حواستون باشه این کباب نیستا، این قلب منه، این سیخم که میبینین تیر عشقه. آخه فرزاد با این تعبیری که کردی من الان اینو چجوری باید بخورمش؟ نه دیگه شما هم سنگدلی نکنی خانوم. ببینی این دل که دیگه واسه من دل نمیشه، الان هم شما نخورین سرد میشه، ما مجبوریم بندازیم بیرون گربه بخوره. خدا رو خوش میادی همچین بلای سر دل من بیا. گربه؟ نه 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 نه، همشو خودم میخورم. خوشبارم گربه. بله بله، بفرمایید تو رو خدا بفرمایید. بخور دوی قرقاوله. خود فرزاد شکار کرده. نگفته بودی شکارچی هم هست. من امروز اینجا خیلی سورپرایز شدم. خواهش میکنم. عیبت میگم بیا زود زود خونه. تازه منم تو شکار به شنگ آورد. فرزاد یه بار واسه خواهرم تعریف کن. آه شما داستان رو نمیدونی؟ من براتون تعریف کنم. خانم شما تا حالا شنیدین که میگن که صیاد خودش صید شکار خودش میشه؟ نه. این زاده صحرای عشق در کار شکار آهوی تیز پای شهلا چشم بود. درست در زمانی که داشتم چشم بازو بسته می کردم صدای کمک یا استندادی از دورها از پس و پیش همه ذهن منو به خودش مشغول کرد و من به ندای انسانیت که از اعماق تاریخ از زمان انسان ناندرتال تا الان برخواسته بود جامعه عمل پوشاندم. فقط یه آرزو داشتم، اونم این بود که
دیر نرسن. تمام تلاشمو کردم که اون مارهای وا او را نیش نزنن. نشانه رفتم و شلیک کردم به اون افعی های بدتینت اینه. و دیدم دختر، اون دختر مظلوم چقدر ترسیده. دیگه لازم نیست نگران باشین خانم. مرد؟ پودر شد. وای چقدر خوب که شما اینجاییم. خواهش میکنم. به نظرم دیگه اینجا واسه شما امن نیست، بهتره تا یه جایی برسونم تونه. بفرمایید. بفرمایید خانم. وسایلمو بردارم. نه 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 بریم. خلاصه اگه فرزاد یک کم دیرتر رسیده بودا من الان اینجا نبودم. بله بله. حالا از این به بعد زندگیمو مدیون فرزادم. خواهش میکنم. من سیر شدم. اه تو که چیزی نخوردی؟ من نکنه بچه‌م مسموم شده. مرده شورون آشپزی تو ببرم. حالمو به هم زد. الو. فکر کردی خیلی مردی؟ چیزی شده؟ تازه میپرسی چیزی شده؟ سوسن چیزی شده؟ نه مامان جون من حالم خوبه خوبه. خب خدا رو شکر که چیزی نشده. با تو نبودم. پس با کی بودی؟ با شما نبودم مامان جون. ها من فکر کردم با من بودی. حالا حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ خوبه خوبه ممنون. خدا رو شکر. خدا رو شکر. چی رو خدا رو شکر؟ والا من نمیدونم الان باید چی بگم. واقعا که مرد شورتو ببرم. الو سوسن دخترم چه شد؟ خوبم بابا چیزیم نیست. آخه چی شد یه هویی؟ آخه میدونید من امروز خیلی پشت سر هم سورپرایز شدم. راستش وقتی فهمیدم تو میخوای بری خونه بخت حالم یه طوری شد. آخه الهی من قربونت برم. خب این ناراحتی نداره که؟ خب نوبت تو هم میشه مگه نه ماما؟ خب معلومه. بله بله من هم امیدوارم که اون جوان خوشبختی که در قد و قواره شما و خانواده محترمتون هست هرچه زودتر در این خونه رو بزنه و همه ما رو خوشحال کنه. من با عزتون کبابی که نخوردیم ببرم آشپزخونه. ببر. ان شاءالله شما دوتا زودتر عروس بشین. منو بابات هم یه نفس راحت بکشین. خانم نفستون خیلی حقه. ای زنگم که زدن. فکر کنم خودش باشه. برو برو در بکن. بله گداست معلومه دیگه فقط گدا میاد دم خونه ما. بریم ظرفا رو جمع کنیم. پدر جان من با شما نبودم که. کی؟ صبر کن. باشه چند لحظه صبر کنید الان میام پایین. کیه؟ فرزاد گناه داره گداست. یه ذره براش غذا میبری؟ بله بله حتما حتما. ببخش. بفرمایید خواهش کنم. بیشوری چی نیستم آخه؟ پدر جان الان میام. الان من چی میتونستم که گداست؟ میگم هنوز نرفته ها. میخوای بگم بیا تو ولی یکم پیره اون وقت فاصله سنیتون خیلی زیاد میشه. مرور خورم کم وزده بریز. مامان بابا تا این پسر رفته دم در میخواستم یه چیزی بهتون بگم. چی میخواستی بگی؟ راستش یکی هست خب یعنی مزاحمت شده؟ نه مامان جون یه پسر هست. من تلک گفته؟ نه بابا گوش کن یه لحظه. یه پسر هست البته من خیلی خوب نمیشناسمش اصلا نه برام جدی نیست ولی چند وقته گیر داده میخواد بیاد خواستگاری. خواستگاری؟ بهش بگم بیا. وای مبارکه. بابا ببینم خودت کنترل کن. چی هست؟ پسره؟ آره بابا ازدواج نکرده. البته من خیلی خوب نمیشناسمش ولی خب میگم بچه بعدی نیست. اسمش چیه؟ اسمش اگه اسمش چیه؟
اسمش مسعوده. هم رشته ای؟ هم رشته ای؟ بابا مردا که نمیتونن مامایی بخونن. مردا که نمیتونن مامایی بخونن. پس کجاش تو شدن با؟ پس کجاش تو شدی با؟ توی دانشکده. تو دانشکده چی میخونه؟ چی میخونی؟ پزشکی. پزشکی؟ آه یه دکتر دیگه. بعدم نیست خانم این مدت اونجا درس میخونه، بعد میاد تخصصش تهران میگیره. هر کی پرسید میگیم تهران گرفت. جهانگیر چی میگی؟ هنوز نه به باره نه به داره، تو میگی که اول تخصصشی؟ خانم چند بار من باید تکرار کنم تو این زندگی؟ شما فکر کنی هر کسی از در اومد تو گفت من دکترم، دست تو دخترم میگیرم بهش میگن وردو برو؟ هنوز شما نمیدونی نسل در نسل ما پزشک بوده؟ باز تو رفتی سر نسلت وایسادی؟ ده من که میدونم پدر دکتر بوده. شما میدونی پدر من بهترین دکتر بوده؟ اصلا بهترین دکتر بوده. تو بذار این یه دونه طول عرضشو ببینیم. مامان بابا اگه خیلی دوست داری میتونم بهش بگم همین فردا بیاد. فردا؟ چه عجله‌ای داری دختر تو؟ آخه بابا چند روز دیگه مارمیزون شروع میشه. گفتم زودتر بیاد چون ببینینش. اگه خوشتون اومد که هیچی. اگه نه بهش بگم زودتر بری دست از سرم برداره دیگه. گفتی اسم این شازده سوار بر اسب سفید چی بود؟ مریم یه بار دیگه مثل پسر عرضه میگیرم بزنم تا سوسکمار بس دیگه. اسمش مسعوده. همچی میگه مسعوده؟ چیه خلوت کردین؟ وای فرزاد میدونی چی شده؟ نه خیر، در درون من خسته دل خموش چیزی میجوشد و در فغان میگوید که چه شده؟ آره همون که گفتی، سوسن میخواد ازدواج کنه. جدن؟ مبارکه، مبارکه. جانگی خواهد، جان جان، تبریک میگم. بیشتر نداره دست بده. چرا؟ هنوز چی معلوم نیست. ولی من میدونم این مسعود خود خرشه. بیتر بیاد، یعنی چی خود خرشه؟ راست میگیری، حرف درستم. چرا به سوسن نگفتی؟ چی بگم خانم؟ من این نهیدی خودش اول مطرح کرد. بابا یه را به پسره گفته که بلند شه بیاد. خب بیاد. اه پس کامبیس چی؟ خانم میاد. ما نمیپسندیم. دو ساعت میمونو میذاری میره. و خواهرت چی؟ او که میدونی فتنه است. خانم تو خدا بس کنه. شما هر فرصتی گیر میاری پشت سر خواهر ما حرف بزنی. عزیز من، جان من. قرار نیست اون بفهمه. بعدش هم سوسن عروس اونه. شما نگران خواهر ما نباش. نگران نباشم. دیگه خواهر تو نگرانی هم داره. تا زنگ زدی راه افتادم. خب بابا چی گفت؟ فلی دام کرد. گفتش ایشالله که فلیش الهی که فلان میشه به حق پنجتن ایسه به حق امام علی تو به حق پیغمبر اصلا این چیزها گفتش. آخی تفلکی. پدرمه ها. از رو محبت گفتم. حیوونی. نه من دارم میگم پدرمه ها. من که حرف بعدی نزدم که. گفتم بدبخت مادر مرده میخواد پسرشو بده بره. آقا پدرمو دارم میگم. چی میگی تو؟ پدرمو دارم میگم. عزیز من که چیز بدی نگفتم. خب بهم بگو دقیقاً چی شد. از همون اولش بگو. گفتم که گفتم بهت. نه از همون اولی که من زنگ زدم دقیقاً بگو که چی شده. از اولش. درست نشد بابا. آجا این پشت پر تار عنکبوت تا آقا اول اینا رو تمیز کنن. ای بابا از شیش صبح الان تمام لوله کشی ساختمان وقت بود عوض کنیم. چی کار داری میداری؟ اون چیه بر میداری؟ اینقدر پیچ پلاستیکی که اینقدر لوله شرکت نفتت باز عوض کنیم. چیه بردم چیه؟ بابا چشم. آقا این نمیشه اندازه این. نگاه کن نمیره توی این. دستمالی چیزی باز میکشی بگه پلاستیک مگه نیست اون. نه ولی خب باید این کار میداشتی اون زیر اینجا رو نجس نکنه. نه نه مواظب. آقا جون تلفن من جواب بده ببین که. این وقت تو این موقعیت ارباب رجوع تلفنی هم داره. آره بس باز شد. دانشگاه فنی بیخونی برای چی تو میدید؟ آقا جمعه آنجا تو زیرا کی بود؟ سوزن کیه؟ آک برو سرت کنم پسر جان. آی بابا این هم بسر بری بودی. آقا جان گوشی رو بدید من. بگرم اون بیار بدید من گوشی رو. کجا بدم تو دخلت گنده کسافت؟ نه به دوام میدم. الو الو مسعود بفرمایید با کی کار داری؟ سلام خوب هستی شما؟ خوبم یا بعدم شما چی کاره ای؟ از طرف مثلا بهداری صحبت میکنی؟ دکتری؟ پزشکی؟ شما کی هستی؟ با کی کار میری؟ من سوسن هستم سوسن محسنی. من چی کار کنم سوسن محسنی هست؟ من چی خاکی تو سرم بریزم؟
خب سوسن منم دیگه. فتولی این سوسن کیه؟ آقا جون شما آلزایمر دارین، 10 بار این سوسن رو تو خیابون بهتون نشون دادم که همون یه قرده عروسمون بشه. سرکار خانوم، با پسر بنده شما چیکار دارین؟ ببخشید آقا مسعود هستم. نه خیریشون رفتن نونوایی نون بخرن. مگه اینجا چرا داریم؟ خیلی هم طولی بکشه صفه، فکر کنم تا پس بعد اونجا باشه. باشه، خب اومد بگید که من تماس گرفتم، حتما به من زنگ بزنه. شما شنیدی دیگه، من آلزایمر دارم، ممکنه یادم بره، دوباره خودت زنگ بزن. بذار پول برای شما بیفته، چرا برای این بیفته؟ شما کار دارید، این زنگ بزنه. خیلی ممنون، خداحافظ. الو الو، اون موبایل بده من باشم. موبایل بده من. نه من دست ندرسه کسی میگه بابا زنگ زد من بر میدارم. من دیگه به کی داری چماره میگیرید؟ به سوسن. بح مرد داری میفهمه که من دروغ گفتم که اون وقت. خب شما فکر کنی الان نفهمیده که شما چی دوری فهمیده؟ تو تلفن نکنی فکر میکنی الان نوبای خوابیدی دیگه. باشه نفهمه، اصلا درست نیست آدم اول زندگی با دروغ و دغل و این چیزا شروع کنه. آدم باید راست و همه چیزا خب درست باشه. خب نه زنزریری، زن و مرد باید این سایر باشن با هم دیگه، میدونی؟ زن باید دنبال مرد باشه، نه مرد دنبال زن. این مال دوره شما بود، الان دیگه همه با تفاهم و دوستی و زندگی بر نمیداره دیگه. ببین بر نمیداره. بهتره تو بر نمیداره، تفاهم و دوستی. من اگر اینقدر سیاست داشت بدبخت کرده بودم فامیلای ننه خدا بیامرزت منه. خیلی بامزه از شما، آلزایمر دارید هیچ یادتون نمیمونه، ولی خانواده مادرم و گرفتاری که داشتن دقیق دقیق یادتونه. دیگه آلزایمر دارم یا نه خلق دیگه نیستم که بعدم من تو بمیرم من بیادم نمیره چه بلایی سر من در آوردن. خاله ها بس دیگه ول کنید، خاله هام که هر کدوم 5 سال مردن، مادر 10 سال مرده، مادر بزرگ 20 سال مرده، پدر بزرگ 30 سال مرده، ول کن دیگه. ولی هر کدومشون 11 دفعه منو کشتن بعد مردن. نمی مردن که اینا راست دیگه. برداشت بچه الان سلام سوسن خان، قصه برای تو دارم قصه میگم. نمیدونم به کی رفته تایفه ما، یه نفر زنزلی نیست. کسی نباشه خود با مثل سر میترزه من مادر. پس چرا داری تنها میای؟ باید تنها بیام دیگه، با کی باید بیام پس؟ کجا؟ کجا شالو کلو کردی؟ چمدون بستی؟ دارم میرم خواستگاری دیگه، بهتون گفتم که تو بالاخره حرف خودت. آره موقع یه پا داره. چرا هاشون شما که بزرگتر ما عزیز من، این رسم خواستگاری رفتن نیست که تو داری ما رو تأخیر میکنی. تأخیر تو بزرگتر نداری، پدر نداری، مادر نداری. آره خدا بیا موجه مادرت رو، من جای پدر مادرت هم که بودم که. خب من که بهتون گفتم بیاید، یه گفتم بیاید لباس بپوشید، بعد گفتید باش میپوشم، بعد راه افتادی واسه خودتون اومدید. خب من دیگه چیکار کنم دیگه؟ آخه کی بعدش میاد بچهش ازدواج نکنه و آینده دار نکنه، خانواده تکلیره، کی بدش بیاد کدوم بدمونه؟ ولی آقا از راهش، نه اینجوری همه ای ما رو تأخیر کنیم برای اینکه بریم پده اونه کشی بشه. دعوت نقدر از من که من بیام. آقا جون خواستگاری دعوت نمیخواد که، میرن مردم ببینن یارو آره میگه نه میگه، اینجوریه دیگه. نه خیر من نمیتونم با چه زبونی بگم تو رو متوجه کنم. هر کاری بدید میخواد بکن، اگر رفتی دیگه اسم ما رو نیار، بیمون همون رو جامعه سرخونه و حال دکتر بشه. آجون چرا عشق میزن؟ بسید شما ناراحت باشه من نمیرم. بیا آه اصلا شما نخواهید که تکون نمیخورم که. شما باید موافق باشید، شما باید دوست داشته باشید، شما اصلا کوچکترین مخالفتی داشته باشید من تکون نمیخورم از شما. بیا باریکلا آفرین، اینه رسمش آفرین. الان هم سبزی تازه چیدم، برو دوتا بربری بگی بیار بزنیم با بدن. برو ببینم. من که گفتم شما هم لباس بپوشید بیایید دیگه، بریم که چیزی نمیشه. نه خیلی تو هر آدم حالی بشه. خب نه شما مخالفید که من برم. بله چه رو نیستم. برو برو هر کاری میخوایی بکنی، اصلا من کاری با تو ندارم. آقا جون سر و وضعت که مرتبه، رسید اینجا آبروی منو نبری. عالی، رفتم سلمونی، آرایش، پیرایش، 20. اومدی تهران یه دربست میگیری، میگی میخوام برم حصار. خب به هر کی که بگی آدرس اینجا رو دقیقا بهت نشون میده. Thank you.
گوش کن خانم، اگر از بالا زنگ زدن، از پایین زنگ زدن، از چپ زنگ زدن، از راست زنگ زدن، میگی آقای دکتر تو اتاق تشریح. خب این پرونده رو امضا کردی؟ باشه بعد بعد. میگن که خواستگاری تشریف میبرین؟ برای چی؟ خواخه شیرینی خریدین دیگه. یعنی چی؟ یعنی هر کی شیرینی بخنه میداره میره خواستگاری؟ این همه مردم شیرینی تو خیابون دستشونه دارن میره خواستگاری؟ این حرفت چیه میزنی خانم؟ من تو همون یکیشم مونده؟ این شایات چیه پشت سر من در بیاری؟ نگی این آیدی تو شیرینیتون له شد. در بس کجا؟ میرم حساب. خب بیا بالا. چقدر میشه؟ 30 تومن. آه 30 تومن خیلی گرونه. مرد حساب خارج شهره. گرونه ولی پاشم. گرون نیست. بیا بالا. بذار اینو بذارم اون پشت. آیس اخ اخ بفرما بزن بریم. نه بچه شمال بله سلام حسود کجایی؟ سلام در بس گرفتن دارم میام. زود باش دیگه بابا دیر شد. باشه باش باش خدا. چی شد؟ بابا چیزی نشد. تایر ترکید. چی ترکید؟ بابا لاستیک ترکید. تو هم اینگا بم زدن هم. لاستیک ترکید. آه بابا لاستیک ترکید. همین فقط. یعنی چی حالا؟ شانس نداریم که. ای بابا. خب زاپاسو بنداز بریم دیگه. زاپاسم کجا بود؟ پنجر بوده دادم درستش کنم. ای بابا خب من حالا چی کار کنم؟ میچ بابا این شهر ها 2-3 کیلومتر مستقیم بری هر کی بپرسی هزار کجا هم بهت میگه. آقا من دربست گرفتم که زود برسم. عجله. آقا من هم میخواستم زود برسونم. ترکید. خیلی خوب باشه بس بردارم اینه پول. اما که نرسیدم من. بابا اینا 2 کیلومتره. چقدر باید بدم؟ با تهی کرده بودیم 30 تومن منه تهی کردیم. بیا این سیتون بیا سیتون. آقا دست درد نکن برو به سلام همینجا راست برو بیا از هر کی بپرسی بهت میگه. باش برو. دست شما درد نکنه. دست خودت درد. زحمت کشیدی. ممنون بفرما. با اجازتون بفرما دیگه. عبد سلام آقا این تایرم هم ترکید بودم تو نزدیک هزار یه ماشین کرایه گو جون مادر زود بیا برسون بمون استادو ما. الو سلام. سلام مسعود کجایی؟ هیچ وای تاکسی پنچر کرد من موندم تو راه. بابام هی سراغتو میگیره میگه مطمئنی که اون امشب میاد اینجا. پدرتون چقدر عجله داره؟ بابام عجله نداره من عجله دارم. چشمش هر جور شده من خودم میرسونم. باش بودو منتظرم. Thank you.
این پدر دختری که من دارم میرم خواستگاریش بسیار مرد منضبط و محترمیه. چطور؟ حالا از اون بدتر یه با جنابی دارم که اصلا نگو نپرس، خدا نصیب گرگ بیابونش نگاه، از این مسئله که من نمیتونم بگم، حالا بقیهش رو نمیتونم بگم. بده بده ای مرشون سر تو اینجا میخوای بری؟ یادتونه دیشب تو گلا پیداتون کردی؟ تو گلا؟ من وقت داشتم تو گلا چیکار میکردم؟ من گلبازی میکردی؟ من احساس میکنم هیچی دیگه یادم نمیاد، فکرم دچار فراموشی شدم.